مسئولان ریاست های شهرداری و زراعت و آبیاری ولایت هرات اولین مسلخ معیاری این ولایت را به بهره برداری سپردند. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری هرات میگویند این کشتارگاه معیاری زمینه کشتار صحی 100 رأس گاو و 500 رأس بز و گوسفند را در هر شیفت کاری فراهم میسازد. از سوی هم شهردار هرات میگوید این مسلخ امکانات بروز و معیاری به خود دارد که زمینه صادرات گوشت را فراهم میسازد. مسئولان ریاست شهرداری و ریاست زراعت آبیاری ولایت هرات اولین مسلخ معیاری این ولایت را به بهره برداری سپردند. شهردار هرات میگوید به خاطر مسائل صحی و زیست محیطی نیاز بود که در این ولایت کشتارگاه معیاری ساخته شود. وی میافزاید که این کشتارگاه مجهز با سردخانه و متل‌های یخچالی برای انتقال گوشت مواشی به نقاط مختلف هرات است. واقعا لکه څنګه چې اقلیم و چاپیریال ورځ تر بلې ککړیږي، بدلیږي، اړتیا او ضرورت محسوسېدی، دغسې یو معیاري مسلخ ته چې ټول شیان په نظر کې پکې نیول سوي وي، د محیط زیست مسایل، صحي مسایل او نور مسایل په پام کې نیول سوي، نو انشاءالله دا اوسنی مسلخ چې دی دا د نن ورځې هغه ټولې غوښتنې و اړتیاوې په پام کې نیول سوي دي. از سوی مسئولان ریاست زراعت و آبیاری هرات میگویند این مسلخ با داشتن آزمایشگاه و سردخانه های بزرگ زمینه کشتار صحی 100 رأس گاو و 500 رأس بز و گوسفند را در هر شفت کاری فراهم میسازد. آنان تصریح میکنند این کشتارگاه و هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی در مساحت 25 ربع زمین ساخته شده است. پروسه ساخت ازی تقریبا 6 سال پیش آغاز شد و امروز سال قبل گرش تکمیل شده بود و بعضی کارهایی که یک چکاپ عمومی بود و انجام نشده بود، تحولات آمد و فعلا این پروسه هم تکمیل شده و انشاءالله در آینده نزدیک که امروز ما شما شاهد بهره برداری از هستیم و به آینده نزدیک انشاءالله که کار عملی را آغاز کنیم. یکی هستن یک مسلخ هستن، مسلخ این رقم اینطور مسلخ که هست به همه افغانستان ما 5 دانه دارم. از جمله از اونها یک کمی هستن که به هرات هستن که این روز به نصرت الله امروز افتتاح شدن وسط هیئت از کابل آمدن. کشتارگاه منطقه مسلخ مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه سال گذشته افتتاح گردیده بود، اما به خاطر تحولات سیاسی کار عملی آن تا کنون آغاز نشده بود. این کشتارگاه همزمان امکان جداسازی پست و سخان روده و مسئولات حیوانی را دارا می باشد.